گری کرده بود با ما صحبت میکردن و مجله سخن استاد خانلری مقالاتی مینوشت که ما آشنا شدیم با سبکای مختلف نقاشی. بنابراین گاهی اوقات من میرفتم به دیدار نقاشانی که در شهر تهران بودن و برای اینکه بیشتر اونها رو بشناسم و به کارهاشون آشنا بشم. قصد ندارم که از نقاشی و هنر گذشته بحثی به میون بیارم، اما مهمان عزیزی دارم که باید در موردش بیشتر بدانیم و بیشتر با او صحبت بکنیم. در آن زمانی که ما شیفته نقاشی مدرن بودیم، در میدان کاخ و در محل دیگری، استاد عزیزی که مهمان من هست آتیلیه نقاشی داشت که میرفتیم به دیدن کارهاش. رنگ‌های قهوه‌ای که به کار می‌برد و گاهی اوقات صحنه‌هایی که آنچنان غمگین بود که با سوژه می‌خورد، ما رو به یاد بعضی از نقاشان کلاسیک از نظر رنگ مثل رامبراند یا از نظر نقاشان رئالیسم انداخت که طبیعت رو و اون چرا که به عنوان زندگی در طبیعت هست برای ما روی بوم نقاشی می‌آوردن. و بعدها این استاد بزرگوار که اکنون خوشبختانه در لس آنجلس و برای نخستین بار در کنار من هست و خوشحالم که با این دوست قدیمی صحبت میکنم، استاد هوشنگ پیمان، و دست به نوشتن هم زد و زندگی پر فراز و نشیبی داشت که امروز با او به صحبت مینشینیم. خانم ها، آقایان، در کنار من استاد هوشنگ پیمان. خیلی خوش آمدیم به برنامه آقای پیمان عزیز. تشکر میکنم، سلام میکنم به بینندگان عزیز. متشکرم. امیدوارم که حرفام مفید و مؤثر باشه، به درد بخوره. خب، اولا این روزها یک کتاب از شما منتشر شدن که نگاهی بهش میکنیم که بسیاری از کارهای قدیمی و تازه شما درش هست. در تمام روال این کتاب که نگاه میکنیم میبینیم که یک مسیری از نظر رنگ و سوژه دنبال شده، یعنی چه از جوانی شما، چه الان که باز هم جوانید، برای اینکه جوان فکر میکنید و جوان نقاشی میکنید، و میبینیم که اینها یک مسیر ویژه‌ای رو به غیر از کارهایی رو که شما از نظر پورتره انجام دادید، همیشه مردم و زندگی مردم سوژه کارهاتون بوده، همینطوره؟ دقیقا. چقدر خوشحالم که شما چه دقتی کردین رو کارهای من و چقدر خوب برداشت زیرکانه و هوشمندانه و صحیحی. من خوشحالم از این. خواهش میکنم. بعدها شما دست به نوشتن زدین و کتابی رو در همون جوانی منتشر کردین به نام رد عقاید مکتب کوبیزم، و کتاب مخالفتی بود با پیکاسو که اون موقع در اوج شهرت بود، حتی در قید حیات بود پیکاسو، و کارهاش جز به گرانترین کارهایی بود که یک نقاش در زمان حیاتش داشته. خب، و بسیار نقاشان از بعد از حیاتشون نقاشای بزرگا کارهاشون گران قیمت شده. حتی نقاشانی مثل مودیلیانی برای یک تابلو نقاشی میداد که یک غذا بخوره، و بعد از اینکه اون فوت کرد اون رستوران میلیاردر شد از کارهایی که داشت. بگذاریم، برنامه بیاریم. بعد ما تعجب میکردیم که یک نقاش ایرانی داره عقاید یک مکتبی رو که در دنیا صدا کرده زیر سوال میبره. البته بعدها فهمیدیم که ما اجازه داریم همه چیز رو زیر سوال ببریم. چطور شد که شما یک دفعه جنگ با کوبیزم و پیکاسو و براک و اینا رو شروع کردید؟ آفرین. سوال بسیار خوب و دقیقه. من جنگ شروع نکردم. جنگ با مردمی که ساده و سطحی قضاوت میکنن، خواستم آگاه باشن. ما تا به بعضی تابلوی مدرن نگاه میکنم، میگم من خوشم نمیاد، دوست ندارم، ولی شاید یه چیزی باشه، شاید یه چیزی باشه. در نمایشگاه های دیده شده که حتی نقاشان مدرن از کار همدیگه سر در نمیارن، باید توضیح بده. بله، اولا نقاشی برای این اومده که شنیدن که باید ماننده دیدنه، بایست این نقاشی خودش گویای خیلی مسائل باشه، نه اینکه خودش وسیله‌ای باشه مبهم که بیان و گفتگو و توضیح لازم داشته باشه برای معرفیش. یک. دوم اینکه مردم نمیدونن کوبیسم یعنی چی. من خیلی متاثر میشم بعضی اوقات، میرم
یه آدم فاضل فهمیده آگاه درس خونده استاد دانشگاه چیز، میگه من از این خوشم نمیاد ولی شاید یه چیزی باشه که من درک نکنم. من به طور مختصر علت این که راجع به کوبیسم مطلبی نوشتم، من دو تا نامه با پیکاسو یه مکاتبه داشتم، دو تا نامه در حوادث دستگیریم در زندان سیاسی، اون نامه ها هم سواب با اموالی که داشتم برد، کاش بود که الان نشون میدادیم این نامه رو، خیلی نامه جالبی است. خود پیکاسو معتقد به کار رئالیستی بود به شدت، او میخواست یک اصل فیزیکی رو، یک اصل علمی رو در نقاشی پیاده کنه. بعد چهار رو. آفرین بر شما. بله. میدونیم که اشیا رو قبل از اینشتین با سه بعد میشناختن. بله. سه بعد چی بود؟ بنده میگم. بله. طول، عرض، سطح، حجم. حجم. طول از دو تا طول سطح درست میشه. بله. از دو تا سطح حجم درست میشه. پس هر شیئی در آن واحد موجودیتش با سه بعده. طول، حجم، طول، یعنی سطح. سه بعدش رو ما میبینیم با سه بعد، ولی یک بعد دیگه وجود داره. آره، حالا عرض میکنم. بله، اینشتین چی میگه حالا و نقاش کوبیسم چه کار میخواد انجام بده و مردم چه برداشتی از اون دارن، چه اتفاقی افتاده اینجا. طول، سطح، حجم، زمان. اینشتین میگه هر شیئی علاوه بر سه بعد یک بعد دیگه داره، بعد زمانه. بله. زمان یعنی چی؟ زمان یعنی حرکت. این عقربه ساعت، این عقربه که داره ما رو کنترل میکنه اونجا، تا حرکت نکنه زمان رو نشون نمیده. درست. و تا زمان نباشه حرکت وجود نداره. خب هر موجودی با ذرات اتم به وجود آمده، تشکیل کرده. این الکترون که به دور پروتون میگرده هسته این اتم رو تشکیل میده. این حرکت الکترون به دور پروتون هست که موجودیت این ذره رو هسته میده. بله. و اثبات میکنه. اگر نباشه انفجار هیچی نیست. اگر اون حرکت و اون زمان که لازم ملزم همدیگر، یعنی هر دو همدیگر اثبات میکنن. پس هر انسانی، هر موجودی، هر شیعی، این دست من داره چار برده. بله. طول، سطح، حجم، زمان. زمان. خب پیکاسو میخواد زمان را نشان بده. بله. میخواد زمان را، میاد چیکار میکنه؟ ما دیدیم یه چشم این ور صورته، یه چشم تو مغز اونه، یه دماغ این وره، یه دماغ این طرفه. این میخواد بگه که این صورت را حرکت میده از این ور به این ور، و یه چشم از این ور میذاره، یه چشم از این طرف رو، که این حرکت را نشان بده. مختصرش میکنم و فشرده. اینجا حرکت این زمان نجومیه، این زمان الکترومگنتیک نیست، این زمان ذره‌ای نیست، این زمان حرکت الکترون به دور پروتون که موجودیت یک شیء رو اثبات میکنه نیست. هر شیء در آن واحد و در شکل موجودش دارای چهار زمان هست. پس وقتی من خود شیء رو میسازم روی تابلو، خود من زمان نسبیت اینشتین رو اثبات کردم. یعنی هر شیئی در آن واحد و در حالت موجود خودش دارای چهار زمان هست. برای نشان دادن اون چهار بعد رو که نشون میدیم، طول و سطح و حجم و زمان درش مستتر هست، زمان الکترومگنتیکشه. پس اگر ما بخوایم زمان نجومی رو هم نشان بدیم، حرکت رو میتونیم نشان بدیم روی تابلو به طور رئالیستی. پس این ادعا با اون اثبات فرق داره. خب اجازه بدین اولا من یه توضیح بدم برای اینکه دوستان عزیزی که برنامه رو دارن نگاه میکنن. اولا پیکاسو، پابلو پیکاسو، این نقاش به نام جهان که خیلی ها به نام نقاشی فکر میکنن فقط کارهای کوبیسم میساخت و دورانهای مختلف داره، دوران آبی، دوران صورتی، دوران گل سرخ، دوران کلاسیک یونان و دورانهای مختلف تا رسیده به اونجا.
چون مهمان عزیز من سوال من مطرح شد و ایشان توضیح دادن و بیشتر هدفم اینه که بیشتر استاد پیمان رو بشناسیم، اجازه بدید بحث پیکاسو رو تمام کنیم، برای که اگر بخوایم صحبت بکنیم ساعت‌ها باید در این قضیه صحبت بکنیم. اولا در بین صحبتاتون که الان فرمودید اشاره کردیم به مسئله زندان رفتن سیاسی، اجازه بدید من بیام به یک نکته دیگری که در اون زمانی که شما نقاشی میکردید و ما هم علاقمند به نقاشی بودیم و من به هنرستان هنرهای تزیینی میرفتم و در وزارت فرهنگ و هنر بودم و علاقمند بودم نقاشامون رو بشناسم، از جمله شما رو بیشتر دیدم که تحت تاثیر نقاشی های کلاسیک روسیه هستین. ببخشید دارم اینو میگم، برای که اون موقع خیلی از کتاب‌های مختلف از نقاشان فرانسوی در دسترس ما بود که قیمتاش هم بسیار گران بود، اما از طریق روسیه هم کتاب‌های آثار نقاشی کارهای کلاسیک نقاشی شوروی رو می آوردن، مثل آیوازنسکی و مثل شیشکین یا ریپین، که اینا هر کدوم چیز، مثلا شیشکین بیشتر منظره و درخت و اینها می کشید، قهرمان جنگل، قهرمان جنگل بوده، آیوازنسکی شاهکار بود کار و آیوازنسکی دریا رو و یک کارش هم توی کاخ گلستان هست، اون هدیه شد به ناصر دیشا مثل اینکه بله بله اونجاست و همیشه من می رفتم اون کارو نگاه می کردم که این رنگ خورشید رو این چگونه در آورده با اون زیبایی و همینطور ریپین که کارهای قصه های مربوط به شوروی رو می ساخت، پدری که تازه فرزندش رو دیده یا غیره و غیره، تا اونجایی که یادمه این کتاب ها در دسترس ما بود. ریپین نقاش رئالیست بسیار قدرتمنده در جهان، بله بله. و با زندگی مردم کار داشت، همون با زندگی مردم شاهکاریست و آره گاهی اوقات شما حس میکردم که بیشتر تحت تاثیر نقاشای روسی قرار داشتی. خب جواب باید بدم، بفرمید. خواهش میکنم، عرض شود که تحت تاثیر مکتب هنری تحت تاثیر نیست، تحت تاثیر مکتب هست ولی تحت تاثیر فلان نقاش و فلان نیست. نقاش نیست، درسته، کاملا درسته. سبک من، مکتب من مکتب رئالیسته. در فرانسه هم داریم نقاش رئالیست، ایتالیا هم پره نقاش شاهکار خداوندان هنر رئالیست که همه ما رو بهلو هم بذارن توی نمایشگاه، آثارمون شبیه همه، کاملا درست. بنابراین این من تحت تاثیر بعضی نقاش، بله، نقاشای روس کار رو در رشته خودشون، هر کدوم این شیشتین که شما فرمودین خداوند واقعا تمام کرده، بله تمام کرده کار رو، یا رپین کارهاش دیوانه کننده است، تمام نقاشان بزرگ دنیا سر تعظیم جلوی کارش ورود میارن، واقعا خداوند هنره. یا همون آیوازوفسکی دریاساز چقدر زیباست و چقدر قشنگ گفتین، من میگشتم ببینم این نور از کجا، خدا ببین واقعا میگیره انسان رو، من کار تمامه در یک رشته. اینها کاراشون بسیار، یا باله شوروی، بله باله من یک شوخیه، کارهای موزیک روسیه، بله در روسیه زمان قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب یا هرچه، هنر روسیه، خود موزه هرمیتاژ، خود دیوارش دیدنش، بله امیدوارم دیده باشید، متروشون من نرفتم، شده بنابراین بله شما یه برداشتی که کردین در مورد من درسته، ولی ما هم مکتبیم، بله تحت تاثیر مکتب هستم من، مکتب من رئالیسته، عین یه رئالیست فرانسوی، عین یه رئالیست ایتالیایی، مسئله فرق نمی کنه، هم مکتب هستیم، هم رئالیست حقیقتگراست، بله و با زندگی مردم سر کار داره و معتقد هست که با هنر میتونه انسانها، جماعت، ملت خودشو، انسانیت رو ببره جلو. هنر در باغ سبز زیباییست، به اتکای هنر، به اتکای یک کتاب، به اتکای یک موزیک خوب، موزیک تحریک کننده است، زیبایی داره، به اتکای این زیبایی اگر هنرمند باشه و دانش هنر رو، ایدئولوژی هنر، علت هنر رو بدونه، با هنرش خیلی کار میتونه انجام بده، کمان که خیلی انقلاب ها رو، تکامل انسانی رو، تحولات فرانسه رو نویسنده ها ایجاد کرده، بله نقاش های ایجاد کردن. سال های سال سمفونی پنج سمفونی پنجیه، بله
در نیویورک یک گروه موسیقیدان سمفونی 5 رو اجرا میکنن، میگن این بهتر از اینی بود که پارسال در ایتالیا اجرا شد. شخصیت تنظیم کننده و هنرمنده که این آره این موزیک اصیله، یا نقاشی که تو موزه، همین نقاشی که اسم بردید، اینها بتوون های نقاشی هستند. بله، همیشه زندن و همیشه الگو هستند و همیشه من و شما که میریم در موزه گلستان اون دریای آیوازوفسکی رو میبینیم دیوانه میشیم و نگاه میکنیم. اما نقاشی مدرن رو، نه نمیگم مدرن بد یا خوب، من اون استاد دانشگاه میگه من نمیدونم چیه، شاید یه چیزی باشه ولی من خوشم نمیاد. خب حالا بگذاریم، من بحث رو این طولانیه که چرا خوشم نمیاد، زیبایی چیه، آیا بایستی اونجور باشه نباشه، بحث داریم. من دنبال سوالای شما. من همون نکته رو که در مطالبتون فرمودین در مورد سیاسی بودن جریان و آفرین. شما رو میدونم که اخیرانم چند سال پیش بود، 5-6 سالی بود، کتابی رو محبت کردین برای من فرستاده بودین که راجع به همون نکته راز محکومیت من به اعدام چه بود. خب سوال خوبی بود، بفهم. من خیلی دلم میخواست اینجا شاهنش الحضرت و مایونی گفتن اگر کمونیست اینه که حمایت کنیم از فقرا، من کمونیستم. بنده همین حرف رو زدم، بنده شدم کمونیست. من وارد هیچ حزب و دسته‌ای نبودم هیچ وقت، نه اینکه انتقاد بکنم. تمام گروه ها، تمام انسان ها، تمام دسته ها، تمام ایدئولوژی ها مقدس، قابل احترامه. من هم عقیده ای دارم، من به من میگن نقاش مردم. من رفتم به دنبال رفع مشکلات مردم به وسیله کارم. شما تا کارهای من دیدین که میدونین. الان داریم نگاه میکنیم. الان داریم نگاه میکنیم. زنی که داره رخت میشوره و کسی که... بله. بله. انتقاد راز تکامل ملت هاست. درسته. با هنرها، موزیسین های بزرگ، بالرین های قوی، نویسندگان بزرگ، تمام کاراشون رفع انتقاد انتقادی است و رفع مشکلات جامعه خودشون من. و به این همه کتاب ها ممکنه کتاب های عشقی و غریزی ببینن هم باشه، مسئله نیست، ولی اون چه که ضربه رو میزنه، تکان میده جامعه رو، کارهای رئالیستیه. من. توضیح و تشریح نواقص جامعه است. و همین خروشوف گفت من وقتی استراحت میکنم که یک کتاب خوب میخونم. کتاب خوب مالکی، یه نویسنده خوب. حالا این گفته رو میایم ببینیم تو تمام سلاطین هم هست، اونایی که روشن فکر و واقعا ملتشون رو دوست دارن، نه اهل کتابن، اهل نقاشین، اهل موسیقین، هنر. من یه شاگردی دارم اسمشون اینجا نمیبرم، ایشون جراح قلبه، نقاش خوبیه، تو آتلیهش تابلوی که ساخته رو نصب کرده. از اون روزی که این تابلو رو نصب کرده مریض شده 4 برابر. ازشون بعضی اوقات میپرسه، میگه آقا چرا این چه انگیزه ایست، این چه رازی است؟ میگه این هنرمند آدم خوبی است، این عواطف انسانی داره، این عواطف هنری داره. من آمدم جامعه رو تحلیل بکنم. سوژه های من سوژه های زندگی مردم بود، من شدم کمونیست. من کمونیست رو انتقاد نمی کنم، ولی من وارد هیچ حزبی نبودم. بعد این به اشتباه وقتی این حرف زده شد و من گرفتار شدم، برای اینکه رفتن به شاه گفتن این طور بوده، این طور بوده، اونا خب دخالت کردن، بعضیا شاگردای من، رئیس شهربانی شاگردم بود، خانم فلان تیمساخ از دربار، بعضی شاگردای من بودن، همه رفتن گفتن، توضیح دادن که این هنرمند این نیست. ماجرا اون کسی هم که استادگی کرد، رئیس ساواک نصیری بود اون زمان، پافشاری که میخواست اثبات کنه نه حرفش درسته، گرفتاری پیش اومد. بعد شاه، من پای اعدام رفتم. در مسیری که من حرکت میکردم شاه خیلی گروه های مختلف رو فرستاد بلکه من نجات بده، حریف اون نمیشد. یک جنگ عجیبی در گرفت.
روزی که فردا صبح نصف شب باید من تیرباران می شدم، دادستان ارتش فرسیو بود، تیمسار فرسیو. تیمسار فرسیو رو یک گروهی بعد ترورش کردن، کاری ندارم. رئیس زندان سرهنگ کورنگی بود اون زمان، الان فکر میکنم تو امریکاست. امیدوارم کسانی که حرفای من میشنون و در جریان بودن الان برنامه ما رو خواهم دید. حتماً. همشون، اغلبشون زندن، من از آدمهای زنده حرف میزنم. یه آقایی بود میگفت، این میومد زندانی ها رو میبرد، به نام ایزدخواه. یه اسلحه درازی داشت، مال عهد قاجار بود و بساطی و خیلی یه فیگور خاصی بود. این میومد زندانی ها رو میبرد و میآورد برای دادگاه. اون روز این نیومد، یه افسر جوان چیز اومد، نمیشناختیمش اینو. زندانی ها همه این اینایی که میومدن میبردن اینا رو میشناختن، زندانی ها سیاسی. اون روز این شخص یکی دیگه بود، اومد منو برد، گفت دادستان با شما کار داره. من گفتم، همه زندانی ها فکر کردن که منو میبرن برای اعدام. همون ساعتی بود که میبرن در زندان مجرد نگه میدارن، نصف شب تیرباران میکنن. همون لحظه، همون ساعت منو برد. همه فکر کردن من برای همین اجرای برنامه دارم میرم. منو برد دادرسی ارتش. دادرسی ارتش خیابان قوام سلطنه با سبت قطع میکنه هم دیگر رو. نفش خیابان قوام سلطنه سبته، اگه یادتون باشه. به هر حال اونجا یه اداره است. اداره معنیش اینه که مردم میان میرن فلان اینها. زندانی رو که میبرن اونجا با تفنگ، یکی جلو یکی عقب، دستبند زده، میبرن تو این اداره، تو هر اتاق، تو هر دادگاهی کارش انجام میده. مردم هم که میان میرن، کارهای اداری دارن، کارهای دادگاهی برای فامیلاشون، خانواده، هر چی. ایشون منو سوار کرد تو اون اتوبوس مخصوص برد. حالا یه نکته اشارم در اینجا بکنم. منو که داشت میبرد، عارف خواننده، عارف پشت ماشین ما داشت، پشت ماشین ما میمد، من از شیشه نگاه میکردم، گفت آقا کاری داریم من برم انجام بدم؟ یادش بخیر، اگه سوالی چیزی داریم من برم به خانوادتون بگم. نمیدونست منو برای چی میبرن، فکرم میبرن برای دادگاه، من فکر میکردم دارن میبرن برای اعدام. اون نمیدونست، فقط دید یه زندانیست که ماشین زندانی ها مشخصه، اتوبوسش مشخص بود. این نکته اشاره بود. منو برد تو دادرسی ارتش. دادرسی ارتش، من وقت شما رو اینطوری نگیرم. دادرسی ارتش یه اتاق پایین داره که زندانی رو اول میبرن اونجا، دستشو باز میکنن و فلان اینها، بعد میبرنش بالا تو دادگاه یا تو اتاقی که دادستان کاره. سرباز میره اونجا، وامیسته، حرفش میزنه، کارش میده، جدا نمیشه، از حق نداره از زندانی جدا بشه. منو برد تو اتاق دادستان، اومد تو بغلم ایستاد. آقای دادستان هم پشت میز نشسته بود. آقای فرسیو با من با احترام رفتار میکردن، چون میدونستن که مقامات هم نسبت به من محبتی داره. به سرباز گفت برو بیرون. سرباز وظیفه‌شه که اونجا گارد شما بود. اصلا اون بایستی من هر جا میبره دنبالم باشه. این خب داستان، این بیچاره ساده رفت بیرون. به من گفتش که حالتون چطور؟ گفتم مرسی ممنون، میدونید که حالم چیه. گفت امیدوار باشین. گفتم شوخی میکنین، منظورتون چیه امیدوار باشم؟ به چی امیدوار باشم؟ که تیرا دقیقا به هدف بخوره من زود راحت بشم، منظورتون چی؟ گفت یه سیبا میزنم بالا هزار چرخ میخوره تا بیاد پایین. همین مثال معروف رو، هی فلان و هی نصیحت و نگران نباشین، انسان باید تا آخرین لحظه امیدوار باشه. گفتم تیمسار، من از دلداری دادنم گذشته، ولش کنین این صحبت ها رو، من آماده شدم دیگه، نصیحتم نکنین، قشم نمی کنم اینجا بیفتم، نگران نباشین.
مسئله نیست. گفت بلند شد به من دست داد، گفت بعد از نیم ساعت صحبت کردن و همین حرفا رو زدن. من گفتم حتما این دیوانه شده، این حرفا چیه به زندانی اعدام که یک ساعت دیگه میخوان تیربارانش کنن؟ آخه این بحثی نداریم، من اعتراضی ندارم، حرفم به جایی نمیرسه، تکلیف من روشن شده، ظلم یقه منو گرفته، تمام شده. به هر حال من دست داد و گفت بفرم. آمدم بیرون دیدم سرباز نیست. حالا مردم دارن میرن میاد، اداره است. بندم با همین ریخت کراوات زده شیک رفتم اونجا. رفتم اول یه دو سه قدم وحشت کردم، مثلا ترسیدم واقعا، گفتم این یه استثنای عجیبی است. رفتم رو به دیوار، رو به دیوار ایستادم، فکر کردم که کسی قیافم نبینه. گفتم شاید این سرباز اونجاها وله بیچاره، صداش کنم. برگشتم دیدم نه نیست. اومدم طبقه دوم بود، از طبقه دوم اومدم پایین، دیدم دادستانم داره از پله میاد، دادستان دادگاهم، سرهنگ عاطفی من رو دید. گفتم سر بی گناه پایدار میره ولی بالای دار نمیره. آزاد شدی؟ من رو بغل کرد و به خالش آزاد شدم. گفت من اینجا کار دارم، عجله دارم، کارتش من دارم. گفت حتما من زنگ بزن، زنگ بزن ببینم چی شده. من هیچی نگفتم، اومدم پایین، دیدم هیچ کس نیست، اومدم تو خیابون. اونجا رو به روی در این دادستانی یه دانشکده، دانشکده فنی بود، دانشکده نام چی فنی، دانشجو دم در جمع شد، رفتم وسط اونو. یه چند لحظه گذشت، گفتم این سرباز بیچاره رو الان تیر، اینا قطعا این تیربارانه. بعد فکر کردم، گفتم دیدی گفتیم این جاسوس، این ضد فلان، این کمونیست، فراریش دادن، دزدیدنش، بردنش. گفتم اینم یه حتما این اتهام قطعی میشه. دوم سرباز رو میکشن، سوم کجا برم؟ حالا کجا برم؟ باور میکنین این یک نمیشه توضیح داد. من حالات خودم رو در اون لحظه نمیتونم، هیچ کس، هیچ انسانی در اون شرایط این احساس و این دگرگونی و این، آقا من شبها تمرین کرده بودم گلوله ها رو بتنم، باور کنین. من تو دستشویی میرفتم بی اراده میزدم به سینم که نمیدونم، دیوانه شده بودم. دیوانه میشه انسان، تیرباران رو مجسم میکنه، آدم بیگناه دیوانه میشه. به هر حال اونجا موندم که چیکار بکنم، برم کدوم سفارت؟ سفارت روس برم؟ روس تمومه کار. سفارت انگلیس برم؟ انگلیس ها ممکنه تحویلم بدن، بدتر میشه. هر چی فکر کردم دیدم هیچ راهی نیست. و آخر گفتم سرباز بیچاره رو الان دارن تو چه به سرش میارن. برگشتم از پله ها رفتم بالا، در اون اتاق رو باز کردم، دیدم دادن سربازه رو، اون عزت خواهی که مأمور بردن زندانی ها بود اینو گرفته داره میگه من زندانی اعدامی رو فراری دادی، زندانی حالا چه بود؟ فریاد داد. گفتم آقای عزت خواه من اینجا. گفت چی؟ گفتم من اینجا. گفتم رفتم دستشویی، این بیچاره این تقصیر نداره، من خودم رفتم بی اجازه اون. گفت ها، خدا پدرت بیامرزه، خدا پدر. افتاد رو پای من. گفتم این حرکات چی؟ خب خیلی خوب فلان تمام. این یکی از اون صحنه هایی بود که من به اتهام کمونیست بودن به خاطر اون تابلوام که در این آلبومی که در اختیار شما هست و شما به کار من آشنا هستید، به خاطر اون تابلو، اون کتاب، راز محکومیت من به اعدام. ببین آقای کاردان، اون کتاب رو باید خوند. خب من محکوم به اعدام شدم، آخرین لحظه منو بردن پای تیر،
توضیح نمیدم که چه اتفاقاتی افتاد، فقط یه تیکشو اشاره میکنم، بد نیست. آره بد. اون لحظه گروه سرباز آمدن و بنده رو تحویل گرفتن، بردن که برای اعدام. لحظه آخر اون افسر زندان آمد با اون ماموری که داره منو میبره تو میدان تیر، بهش گفت جناب سرگرد تلفن با شما کار داره. گفت بذار برای بعد. گفت آقا از گفت به دادرسی ارتش، هر کی کار داره به دادرسی ارتش بگه. گفت آقا از دادرسی ارتشه. گفت بذار بعد. نیم ساعت مونده بود تا من تیرباران کنه. رئیس زندان آمد، رئیس زندان سیاسی سرگرد تیموری بود. الان صدای منو داره میشنوه، انشالله بشنوه، مرد بسیار شریف. گفت آقا، خودش اومد گفت آقا از دادرسی ارتش تیمسار جهان چی یادم رفت اسمشو، تیمسار فلان کسه، ایشون با شما کار داره. دید دیگه تیمساره، برگشت. من تو ماشین بودم، سربازا دوربر ماشین محاصره کرده بودن. برگشت گفت استاد تشریف بیارین، تلفن با شما کار داره. من بچه‌ام 3 سالش بود اون موقع. من گرفتار بچه‌ام بودم فقط. گوشی رو داد به من، گفت استاد من تیمسار فلان کس هستم که اسمش الان یادم رفته، الان یادم رفته ها، تا 1 ساعت پیش یادم بود، الان که یادم میاد هیجان نمی، همه چی رو فراموش میکنم. به هر حال گفت من تیمسار فلانم، بهتون تبریک میگم. گفتم تبریک برای اعدام. گفت نه، اعلیحضرت شما رو عفو کردن. اعلیحضرت شما رو بخشیدن. گفتم با من صادقانه حرف بزنین، مسئله نیست، من دارن میبرن برای اجرای حکم. گفت من به شما که دروغ نمیگم، که من امر اعلیحضرت رو دارم به شما ابلاغ میکنم، دستور اعلیحضرته. گوشی رو گذاشتم. اون لحظه بچه‌مو در آغوش گرفتم، فقط بیگناه بودم. تیرباران بله. به خاطر تابلوها من کمونیست شده بودم، نقاش رئالیست بودم، رخشور زن رخشوری که شما دیدین را کشیدم، اون بچه یتیمی را کشیدم که هرچه همه اینها رو. من یه آدم عاطفی هستم، اینجا تمام رئیس جمهورهای امریکا را از اول تا آخر از من میخوان، چون من از ایران میشناسن، به علت اینکه کارهای دربار رو به من احاله میکردن، اونا مشاور هنری بودن. الان میخوان میلیون ها دلار پول، اون میلیون ها دلار چک سفید به من میدن، نه اینکه بگن چقدر. اون دلال ها، اون چیزای واسطه ها، من میگن آقا شما هر چی میخوای بنویس، ما خودمون سهم خودمون. پول شما این کارا چیه؟ اینجا شاگرد تعلیم، این با اینا چی؟ این کارا چیه؟ من یادم عاطفی هستم، به خاطر البته نیازمند نیستم، محتاج نیستم، زندگیم تامینه، به همون اندازه که نیاز دارم زندگیم تامینه، ولی هوس پول و هوس ثروت و اندوختن ثروت اونو ندارم، هوس این که آثارم مؤثر باشه در جامعه و کارهای من رئالیستیه، همونطور که گفتین شبیه کارهای روسی یا نقاش فرانسوی یا هرچه. یک درجه تخفیف داد به من شاه، حالا بایستی زندان ابد شدم، یعنی بایستی طبق قانون ایران 20 سال بمونم، 15 سال بمونم، اگر
رفتارم خوبی باشه. آفرین. اگه زندانی خوب با ادبی باشم، بعد کمیسیون اف 15 سال بعد از 15 سال تشکیل میشه، زندانی هایی که اخلاقا آدم های خوبی بودن، رفتار خوبی داشتن، اونها یه درجه دیگر بهشون تخفیف میخوره، 20 سال 22 سال میان بیرون. من تو زندان بودم 3 سال، 1.5 سال طول کشید، 2 سال تا رفتم دادگاه محکوم به اعدام شدم، 3 سالم بودم، شد 5 سال. سرباز اومد مستقیم دستور از دربار برخلاف قانون که شاه فقط یک دفعه میتونه به شما یک عفو بده، یک دفعه، ایشون 2 دفعه عفو نوشته بود. استاد پیمان شب عید در خانهش باشد، محمد رضا پهلوی. من استثناءً محکوم به مرگ شدم، بیگناه، استثناءنم از زندان آزاد شدم و در خدمت شما اینجا و با قید این که خیلی دوستون دارم داریم با هم حرف میزنیم. لذتهای زندگی میبینین چقدر وسیعه؟ میدونم زندگی همین خاطراته. به هر حال اون موقع ها ما اطراف شما و شایعاتی که اطراف شما بود بسیار شنیده بودیم و به ما گفته بودن که شما جاسوس شوروی در ایران بودین و بسیاری مسائل دیگه. به هر حال استاد پیمان این روزها در لس آنجلس، زمانی که به خیابان وست‌وود میرین، جایگاهی که ایرانیان بسیار در اونجا هم منزل دارن و هم شغل دارن، در نزدیک چهارراه معروفی که خیابان سانتا مونیکای معروف و وست‌وود رو به هم متصل میکنه، تابلویی رو میبینید که کارگاه استاد پیمانه. این روزها بسیاری از جوانها از حضور استادشون استفاده میکنن و میرن خدمت استاد برای اینکه اون بهشون تعلیم بده، نقاشی بشن که یادگاری باشن از شخصی که در زمانه خودش و همین الان استثنایی است. دنیا نقاشان و هنرمندان بسیار دیده، زندگی بسیاری از این هنرمندان در کتاب‌های مختلف خوندیم و دیدیم. من از دوران جوانی از دورادور با پیمان، هوشنگ پیمان، استاد هوشنگ پیمان نقاش آشنا بودم و مسیر کارش رو دنبال می‌کردم. دوستش داریم، چرا؟ برای که یک ایرانی است، یک ایرانی نقاشی است که به جامعه خودش، به مردم فقیر مملکت خودش، به مراسم و سنت‌های خودش احترام ویژه‌ای داره. آقای پیمان عزیز، تشکر بسیار می‌کنم از حضورتون در این برنامه. بسیار محبت کردین، خوشحالم که آمدین، خوشحالم که با هم باشیم. امیدوارم که باز هم فرصتی بشه با هم باشیم، انشالله. کارهاتون رو نگاه میکنیم، لذت میبریم و در مسیر برنامه هم بسیاری از کارهاشون رو دیدیم، باز هم میبینیم. خوب. بسیار ممنون. ولی من بیشتر از شما حظ کردم. چرا؟ برای اینکه با کسی حرف زدم، هیچ وقت من مصاحبه زیاد داشتم اینها، با کسی حرف زدم که نقاشی رو درک میکنه، میدونه از من چی بپرسه. خواهش میکنم. و من چند نکته رو اینجا گفتم که هرگز نگفته بودم، نکته های دیگری هم دارم، امیدوارم فرصتی بشه که همه حرفها رو بزنیم. با کمال میل، با کمال میل برای استاد عمر طولانی آرزو میکنم و ممنونم از حضورشون و با تشکر از شما که به این برنامه توجه کردین، شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. خیلی ممنونم استاد، موفق و پیروز. تشکر. علاقه. مرسی. با امید دیدار.